سلام. سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چهارشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. بزرگواران، عزیزان، همه تون دیگه در جریانید. ما الان حدوداً 7-8-10 هزار ساله که قضیه دموکراسی از تمدن‌های قدیم تو خونمون، تو وجودمون، با پوستمون، با گوشتمون یکی شده و جا افتاده. دموکراسی، حق آزادی بیان، دیگه خدمت و احترام گذاشتن به نظر دیگران، اینا همه دیگه توی وجود ما نهادینه شده. ما دیگه یه نفر احیانا جلومون نشسته باشه، نظری رو مطرح بکنه ولو اینکه مخالفمون باشه، چشم بسته با فراغ بال گوش میدیم، تموم که بشه با یه خیار کال آنچنان توی حلقش فرو میکنیم قضیه رو که دیگه دموکراسی یادش نره و بفهمه که ما چقدر احترام میذاریم این قضیه. مثال زنده هم دارم. هفته گذشته مثلا مهران مدیری توی برنامه یه صحبتایی رو کرده بوده. حالا ما داریم میگیم آزادی بیان، ولی آزادی بیان در واقع آزادی بیان عروسک هاست. اگه عروسک باشه، مثلا کلا قرمزی باشه، پسر خاله باشه، آقای همسایه باشه، جیگر باشه، نمیدونم آقای بابایی باشه، جناب خان باشه، هر چیزش بخواد بگه، آدم زنده که غلط میکنه و دهنتو ببند. آدم زنده هم البته میتونه حرف بزنه، حتما بعد نسخه پزشکو بیاره که از تیمارستان همین الان مرخص شده، در غیر این صورت نمیشه. خدمتتون عرض می‌کنم، به هر حال یه صحبتایی کرده بوده دوستان، یه برداشتایی کرده بودن، چون میدونی که مجری نمیاد مثلا یه صحبت خاص مستقیمی رو بهش اشاره بکنه، که اون یه صحبتایی رو میکنه، ما خودمون برداشتامونو میکنیم، با این صورت که مثلا یه حرف میزنیم، داره اینو میگه، منظورش اونه ها. مثلا عادل فردوسی پور میاد آخر برنامه 90 میگه خب دوستان به پایان برنامه این هفته رسیدیم، امیدوارم اگر عمری باقی باشه هفته بعد هم در خدمت شما باشیم. داره تلویحاً میگه میخوام بکشنش به خاطر افشاگریاش تو فوتبال، میخوان تو پارکینگ بکشن، بریم نجاتش بدیم. یعنی با این بحثیه که به هر حال تو وجود ما هستی که ما اینجوریم و پیشگویی و برداشت‌های مختلف از صحبت‌ها برامون یک نکته عادیه، کار روزمره است. ما حدس میزنیم طرف چی میخواد بگه، پیشگوییمون رو هم فکر نکنید همینجوری الکی رو هوا داریم انجام میدیم. ما اساتیدی داریم، ما انگشت به دهان همه رو نگه داشتن در رابطه با کشفیاتشون و پیشگویی‌هاشون. من میام یک کس رو زنده میکنم که 1 میلیارد نفر بر اساس تدفینش و پخش زنده از تلویزیون دیدن. مایکل جکسون خوبه، روان شخصیت خوب، اینا هیچ وقت نمورده بودن، بزاور زنده بودن، بلکه یک چی بوده؟ سناریو بوده. اخند آقا، من خودم از اول من حس میکردم مایکل زنده است. خیلی خوشحالم. این همه سال من چقدر گریه کردم واسه مایکل. خب خدا رو شکر که مایکل هم زنده است. فقط البته یه نکته ای رو بگم، بحث در واقع پیشگویی های این بزرگوار همش صحت داره، همش هم فکر نکنید مثلا صحت و سقمش تایید نمیشه، اینا صحت و سقمش تایید میشه، فقط مشکل اینجاست که یه زمانی تایید میشه که نه من زندم، نه شما زنده اید، نه خودش. اونایی که داره، ولی مدلای دیگه و ورژنای دیگه ای هم داره که صحت و سقمش مثلا مشخص شده، مثل این بنده است. 4 سال تو سخنرانیام دارم میگم رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه. اسم هیلاری کلینتون هم نبردم، گفتم رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه. حالا اگر اشکال نداشته باشه بریم سراغ موضوع خودمون، چه بی خود بی جهت هی کش بریم مسائل رو بی جا. عرضم به خدمتتون، هفته گذشته مهران مدیری یک صحبتایی کرده، دوستان یه برداشتایی رو کردن، به هر حال نظر مخالف یه عده‌ای رو حالا متا اگر احیانا خودش که اومده گفته آقا من منظوری نداشتم، ولی خب اون داغ متوجه نیست، اون منظور داشته خودش نمیفهمیده، ما خودمون میدونیم چه منظورایی داشته و خودش نمیدونسته، برای همین خیلی محترمانه با قضیه برخورد کردن. دوستان دیگه فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم فقط با قلتک و بولدوزر از روش رد نشدم، اینقدر قضیه برامون جا افتاده است، یعنی معنی اصلا مجسمه دموکراسی هستیم و به این صورت که خب دلیلش اینجوری نگاه نکنیم، این دلیلش اون نزدیکی و حس عشق و عاشقی و دوستی و صمیمیتی که بین برنامه ساز و مخاطب در جریانه. وگرنه مثلا این برنامه‌های خارجی نگاه کنه، اینا که مثلا برنامه‌های طنز درست می‌کنن راجع به نمی‌دونم رئیس جمهور و نخست وزیر و نمی‌دونم وزیر و وکیل و سناتور و اینا صحبت می‌کنن، اینا چون ارتباط برقرار نمی‌شه بین مخاطب، برنامه مثلا 40 سال 50 سال 60 سال مثلا قدمت داره. چرا؟ چون کسی اصلا بهش اهمیت نمیده، همینجوری واسه خوشم برنامه همینجوری زرد 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 برنامه درست می‌کنن، در حالی که ما اینقدر اهمیت می‌دیم. مثلا اون برنامه سریاله در حاشیه چی بود؟ 7 قسمت پخش شد، رفتیم قشنگ نشون دادیم اون نزدیکی خودمون رو با برنامه، بعد اون احساس رو
منتقل کردیم و این قضیه خب قضیه‌ای که باید حتما در نظر گرفت. حالا هفته گذشته جدا از این مسائل دیگه فکر می‌کنم عکس شورت و جوراب مهران مدیری توی شبکه‌های مجازی پخش نشده بود، مگر نه ساعتش، نمیدونم کمربند، کفش، ماشینش، اینا رو همه رو پخش کرده بودن و گفتن کسی یه همچین ساعت و کمربندی می‌بنده اصلا حرف ما رو نمی‌فهمه، حق نداره اصلا نظر مخالف ما رو بده، که خیلی هم منطقیه. یعنی توی یه قانون اول، یعنی اولین قانون دموکراسی همین اینه که کفش و کمربند یارو با کفش و کمربند ما یکی باشه که بتونیم نظرش مورد تاییدمون قرار بگیره. حالا من بحث اصلیم این نیست که واقعا حالا کفش و کمربند و نمیدونم جنس این چیزای تجملی چیه، من خود مهران برام جنسش یه مقداری زیر سوال رفته، میخوام ببینم این چه جنسی داره خود مهران، چون مهران حرف بزنه، مهران مدیری حرف بزنه مردم ناراحت میشن، حرف نزنه برنامه بهش نمیدن، برنامه نسازه بره بشینه خونه میگن انقدر پول بالا کشته که دیگه احتیاج نداره کار بکنه، بگه کار میکنم، بیا بیا از خودشونه دیگه، بگه خسته شدم میخوام برم، بیا وطن فروشه دیگه، میگه میمونم، آه از خودشونه دیگه، خود فروخته. یعنی کلا یک وضعیت اره های چند سری در نقاط مختلف رو داره. خیلی به هر حال یه موضوع دیگه رو راجع بهش صحبت بکنم، این که یه ویدیو هفته گذشته خیلی سر و صدا کرده بود، اونم ویدیوی شادی کردن، رقصیدن و لهو و لعب در هواپیما بوده. چی کار دارین میکنین؟ چه وضعی؟ آقا چیه؟ چی؟ به کجا دارین میرین آخه؟ کوالالامپور چی؟ با اصلا حالا به کجا دارین؟ به کجا دارن میرن این جوونا و دوستان؟ آخه یعنی چی؟ حالا کوالالامپور یه خورده ممکنه غیر داشته باشه به خاطر لالالامپورش، ولی در واقع دلیل نمیشه همچه حرکاتی رو انجام بدین. بی جنب بازی چرا در میرین توی حالا اونا بلند شدن رقصیدن، شما بلند شو بزن زیر گوشش. یعنی چی آخه؟ پرواز اگر اون فضای معنوی درش در جریان نباشه اصلا پرواز نیست. برای همین دیگه ما تمام پروازمون هواپیما درش رو که باز میکنه مسافر میشینه توش، یه دستش به قلبش، یه دستش به آسمون. این فضای معنوی همینطور تا آخر سفر در جریانه. مسافر دیگه این از این حالت درات شروع کنه غیر داره. یعنی چی آخه؟ جنبه نداره دیگه. همین یه دفعه سوار هواپیما شدن 50 50 زنده موندن و نشستن هواپیما صحیح و سالم، ببین چیکار کردن. اه 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 این چه حرکتی؟ خب حق دارن دیگه اینا که میگن نمیدونم هواپیما نخرید، هواپیما نو نخرید و نمیدونم بوئینگ رو نه. عین واقعیت اینا همش بنیان برمیاندازه. همین بوئینگ اصلا من همین الان بهتون میگم این هواپیماهای بوئینگ که خریداری کردن چقدر ممکنه ضربه بزنه. اول از همه بوئینگ، هواپیمای بوئینگ همونطور که از اسمش پیداست اصلا تولید بوهای مشمئز کننده رو توی هواپیما داره و از اصلا آلودگی بویی داره و اصلا شما به محض اینکه تو هواپیما نشستی به جای اینکه این حالت باشه مجبور شی این حالت بشی، خب و این خودش از اون حالت معنوی کم میکنه. نکته بعدی که باید حتما بهتون بگم، این هواپیماهای بوئینگ همشون یه سه رقمی اعداد و به هر حال چیزایی رو به همراه دارن که ترویج نشانه های فراماسونریه. 747 737 757 777. حالا خدا رحم کنه ما 777 رو نگیریم. اینا همش مگه 747 737 چقدر اختلاف داره با 666؟ اینا همش نشان، شما اصلا یه عکس هواپیما رو بیان این بوئینگا رو همش از این گوشش به اون گوشش وصل کنیم مثلا 6 تا مثلث از توش در میاد. اینا همش نشانه است. اینا رو باید جلوشو گرفت، نذارید این اتفاق بیفته. یا یه نکته دیگه، حالا اصلا حالا اونش هم ول کنید، آقا این پروازها، این هواپیماهای بوئینگ، نبینید اینا زرتی از این شهر بلند میشن میرن توی شهر دیگه میشینن، فکر نکن این امنیت یا مسافرا رضایت دارن یا خوشحالن، این اصلا اوج نارضایتی ایناست. این اصلا یک فضای سرد، احساس دوری میکنن با خدمه پرواز مسافرا.
اصلا شما برید تو این پروازه خارجی اصلا این حس به وجود نمیاد، اون نه تنها اون حس معنوی نیست، اون حس صمیمانه هم نیست. همینطور مثلا میگیرم میشینم سر تا برسم به اون مقصد بعد پیاده شم. پروازه شما، پروازهای ما مسافرها از همون اول که با همون حالت معنوی هستن، وسط ها دیگه این حس صمیمیت و عشق و علاقه به خدمه پرواز هم میزنه بالا. کل مسافرها هردود میکشن طرف کابین خلبان که ببوسنش، بغلش کنن، به آغوش بکشنش، به خاطر اینکه راضین دیگه، خوشحالن از این قضیه. این باعث میشه سقوط کنه چون سر هواپیما سنگین میشه، میاد پایین. این دلیلش رضایته. چرا نقطه منفی اینا؟ نه از رضایت، از عشق. حالا اینم از این قضیه خدمتتون عرض بکنم، من اصلا یه پیشنهاد دارم. آقا ما چرا خودمون نسازیم؟ ما برای چی بگیم مثلا هواپیما از جای دیگه بخریم؟ خودمون به این خوبی میتونیم بسازیم. یه چهار تا نمیدونم از این ورقای 5 میل بیارین با دیگه نمیدونم دو سه تا سگدست و نمیدونم پیچ مورا و چیزای دیگه که از پراید ماشینای دیگه اینا رو همه رو به هم دیگه چفت و بس میکنیم، هواپیما رو میسازیم. هم با مثلا کشتی رو مثلا میخواستن بسازن، سفارش دادن یه جای دیگه براشون. آخه چرا؟ چرا نمیذارین شکوفایی خب خدمت، مگه ما بد میسازیم خودمون؟ مثلا اینا این زیر دریایی رو نگاه کنه، زیر دریایی بچه‌ها ساختن. زیر دریایی به این خوبی ساخته شده، شما نگاه کن. اصلا حالا امنیتش اینا به کنار، این حس صمیمیتی که تو این زیر دریایی هست، این عشقی که تو این زیر دریایی هست، این اصلا واقعا آدم احساس میکنه که همه اصلا حس نوستالژیک داره. ما هممون در واقع میشه که با این زیر دریایی یه حس نوستالژی از بچگی بزرگ شدیم، از این چرخ و فلک ها میآوردن، از اینا توش از پر از این در واقع چیزا بود توش زیر دریایی ها، میشستیم با بچه ها حال میکردیم. خب ما بزرگ شدیم الان خودمون زیر دریایی رو ساختیم. این زیر دریایی شما نگاه کن چقدر حس، چقدر گرما داره. شما مثلا اینو با این زیر دریایی این یکی مقایسه کن، نگاه کن چقدر سرد و نچسب، آدم مثلا رغبت نمیکنه بره تو زیر دریایی. هر وقت که با این زیر دریایی بری زیر آب، هر وقت اراده کنی میری روی آب، خب این فایده داره واقعا. این زیر دریاییه، شما با اون زیر دریایی خودمون برو زیر آب، خودت هم بخوای بیای بالا دیگه نمیتونی بیای بالا. و یک اصلا حالا این از زیر حالا هر چی که بخوایم میتونیم تولید بکنیم. مگه همین پراید اینا به این خوبی الان 20 خورده ای ساله داریم به این خوبی پراید رو تولید میکنیم؟ هم استاندارد، هم قشنگ، هم کیفیتش بالاست، هم قیمتش ارزونه. همون فضای معنوی که اشاره کردم از اول توی ماشین در جریانه. میشینی مثلا تمام مدت اینجوری که میرسیم یا نمیرسیم. این خب این اصل قضیه. اگه کسی بهتون گفته در زمینه توسعه صنعتی در واقع میشه گفت رشد اقتصادی خیلی مهمه، جفنگ گفته اصلا بد فرم، اصلا محلش نذارید اینجور. اصل قضیه همون رشد معنویه. اگر احیانا بتونیم در این زمینه هر جوری که هر تولیدی که داریم به یه مرحله‌ای برسونیم که هیچ کس اون لحظات در واقع میشه گفت پر از عشق رو فراموش نکنه و صمیمیت همیشه باشه، دموکراسیمون هم فکر می‌کنم درست شه. بابا آب داد، بابا نان داد، بابا نان داد. بابا این چیه الان؟ این بابا نان داد این چیه؟ دارم میشمارم ببینم چند بار بابا نان داد. مثلا اگه می‌خواستی بخشش کنی یا مثلا من دیگه دارم میشمارم، ریاضی هم بلد نیستی اینا. آ ببخشید مثلا بابا آب داد 4 6 9. خب خوبه، اتفاقا برای همین که تمرین کردی از قرار، من اگه اشکال نداشته باشه. نه راحت باشون بخون. نه 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 خواهش میکنم، از شما شروع میکنید، بفرمایید، در خدمت شما هستم. معلوم نیست چه جوکی سختیه که داری. اول میدی من بخونم الان میخونتش میفهمید چقدر سخته. بخون. پرستو نوشته کافه چی گفت چی میل دارید؟ نگاه سردم رو بهش دوختم و گفتم همون همیشگی. گفت کافه بابا اینجا دیروز افتتاح شده. بچه ها متوجه شدن این جوک چی بود؟ که کافه چی برگشته گفته که مثلا چی میل دارین؟ بعد طرفم با نگاهی خسته همون همیشگی. این بعد جوابش هم همین بود که میسا بود. بذار پس جوک بعدی رو من میخونم آروم، بعد تو دکلمه کنم. کافه چی گفت؟ احسان نوشته که من به همسرم، ببین نمیگی من مجبورم از اول بخونم. آره درسته. وسط جوک کنم آب نخورد. من به همسرم هم حق طلاق میدم، هم مهریه بالا میدم، هم شیربها میدم، هم جهاز کامل میدم، هم هزاران جوایز نقدی دیگه، فقط در عوضش حق تیر میخوام. برای خودش دیگه. آره دیگه. نه پس برای من. بابک نوشته تو هر خانواده
همیشه یه دایی و یا یه عموی مفتخور وجود داره که میراث رو بالا میکشه. اگه همچین کسی رو تو خانواده نداریم، بدونین اون شخص باباتون. تون دیدین که تو فامیله هر کی به هر کی میرسه، مثلا میگه آره ما راست چی بخواین، اولا که از ثروتمندان شهر بودیم، ولی عموم اومد همه ارث و میراث خانوادگیمون رو بالا کشید رفت. ما نداشتیم از اینا تو فامیله. پدرش. یه بارم به بچه خواهش میکنم بابامو اذیت نکن. یه بارم یه پیرهن داشتم. باباش اینجا نشسته، حالا فکر نکنید مثلا الان میام به خودت فوش میدم به خاطر اینکه به بابا احترام بابات نگه نداشتی. فقط یک جوک عادی بود. خواهش میکنم. یه بارم یه پیرهن داشتم. این واقعا منم. یه بار فقط یه پیرهن داشتم. این داستان زندگیشه. بذار یه بار از اول دوست بکنم. یه بارم یه پیرهن داشتم، رفتم با دسته خودم آتیش ریخ زدم، اومدم به مامانم گفتم مامان اون پیرهن سفیده رو ندیدی؟ اومد پیداش کرد گفت بیا بگیر تو کمد دیگه، مگه کوری؟ مامان همه چی رو توضیح داد. مامان در واقع از تو باید می‌پرسیدم چرا اون پیرهن سفیده رو ندیدی؟ بعد من میگم کمد میاری میگی بیا. همینجوری دیگه. الان چند سال تو داری سعی می‌کنی پیرهن رو نیست و نابودش کنی؟ نمی‌دونم چی بگم. می‌خوای بغلش بریم من بخونم؟ آخر برنامه یه پیرهن سفید بخریم. دیگه لازم نداره دیگه. تموم شد هفته دیگه آخر قسمت. آخرین قسمت داره با یه لباس جدید بیام. نه دیگه زایه است دیگه. الان می‌بره. خرابکاری میشه. نمی‌شه. میشه من بخونم یکیشو؟ بذار این همین تمرین کردم. حداقل. آ اینو تمرین شدهش بود. خب خدا رو شکر. همکارم ظهر رسید سر کار و میگه من سلامتیم رو فدای پول نمی‌کنم. من در همون یه لحظه وایسا بریم. بریم. رسیدم بابا. برای اینکه خونده بودم باشه. بریم. حیف اینو خرابش بکنی چون قشنگه. واقعا خوب نخوندم. شما هم بگید. همکارم زور رسیده سر کار میگه من سلامتیمو فدای پول نمیکنم. بعد در همون لحظه ساندویچش افتاد رو زمین، گفت حیفه برش داشت خوردش. سلامتیش فقط با کار کردن به خطر میافتاد. با چی؟ با کار کردن. من با کار کردن فکر کنم اشتباهی کردن گفتی کار کردن. یعنی فقط خوندنش مشکل نداره، شنواییش هم مشکل. بعد تازه نمیدونی من رنگ ها رو هم جابجا میبینم. به کسی بگی بره ناراحت نمیشه، ولی بگی گوسفند بدش میاد. نمیدونم این حیوان تو دوران بلوغش چیکار میکنه که یهو اینقدر منفور میشه. خوش به حال اینا که موقع درس خوندن هر چیزی رو تا یه بار میخونن میفهمن. من که هر چیزی رو باید حداقل 3 بار بخونم تا مطمئن شم که نمیفهمم. اینقدر واقعا جذاب بود. نه این یکی رو فاطمه محمدی نوشته، بعد توضیح بدم بهتون. من همیشه اینتر دلم میخواسته اینتر بتوانم شعر بگویم، اینتر که خدا را شکر اینتر به آرزویم رسیدم. شعرها رو دیدی فقط مثلا هر جمله رو میزنه، مثلا بین بعد از هر دوتا کلمه یه دونه اینتر میزنه میشه شعر دیگه. من با ترای اینو البته یه بار دیگه خونده بودیم، ولی چون با نمک دوستش دارم به قضیه میثاق میخونم یه بار دیگه. امسال خیلی جدی تصمیم گرفتم ازدواج کنم. تمام فامیل دارن برام دنبال زن میگردن که یه وقت نرم دختر خودشونو بگیرم بعد بختش کنم. تموم شد. سلام به منم قایم میکنم. خواهش میکنم در خدمتتون هستیم. یه لحظه فکر نمیکنم که پایه های این صندلی بشکنه. اگه من به پایه این صندلی اطمینان نکنم چجوری بیام بشینم پیش تو سینا؟ واقعا الان ورزش بود دیگه این داشتم. آره دارم آماده میکنم برم دیگه هدا رو از دور برکنار کنم و خودم در صدر جدول در بالای قله های یوتا و در میان جنگل های اتاق کجا میره دیگه. برای من نگاه نمیکنیم اگه نه دیگه حوصله نه، من اینجا که میرسم میزنم سریع جلو. هدا جان سلام. سلام سینا جان، دارم میرم پیش کاروپراکتر. کاروپراکت همون استخون جا انداز یا مفصل جا انداز خودمونه که الان پیش بهترین کاروپراکتر اینجا هسته. هر کسی میتونه بره پیش کاروپراکتر و بدنش جا بندازه، مثل اینکه مفصلت از جاش در اومده باشه بعد درستش میکنه. Are you excited break me? بهش میگم هیجان زده میخوای منو بشکنی میکنه.
الان ازم بالا میره به خدا. I'm gonna massage you, doctor. I'm gonna show you Persian technique. بهش میگم الان بخوام ماساژ ایرانی بدم. کاشان این فیلما که گرده رو میشکنن طرف میمیره ولی من زنده پام اونجا استاپ میشه میخواد الان اینو درستش کنه فکر کنم خود گرم بزنه. Oh my god, I'm scared. دکتر میگه شل کن شل کن بعد میدونی میخواد پدرت برگره. Oh my god, okay. چند شنبه با سینا چند شنبه با سینا چند با سینا هندگونه این هفته پرویز پونه رو میشناختی؟ بله. نه کجا میشناسی؟ میشناسی واقعا؟ دوستاتو نمیگم. نه ازمان میشناسی شون؟ نه این دوتا شخصیت کارتونی سروش رضایی هستن که ورژن جدیدشون آماده کرده نصف مملکت فکر میکنم برای ما فرستادنش که اینو پخشش بکنیم. خب تقریبا شما که همتون دیدین برای چی من میخوام پخشش بکنم؟ دوباره پخشش کنیم ببینن دوستان. پلویز. بله. میشه پنجشنبه که مهمونی دعوتیم سیبیلتو بزنی؟ مگه چه اشکالی داره؟ آدم یاد فرچه تو والت میفته. قدیمی بی جنبه کم کاپاسیتی. اه پونه چیه؟ بی جنبه. من اصلاح شدم، رفتم تحقیق کردم، قیافم رو منطبق با مد روز درست کردم. جدی میگی؟ آره، بیا دم درم الان. پونه نه پونه پونه عجیبه. چه قیافه ای آخه مد شده؟ کلی برامون عکسای مربوط به انگشتونه رو فرستادن. خب خواهش میکنم تو صورتم دوباره عطسه نکنی. هنوز از عطسه قبلی هنوز تو صورت اثراتش باقی مونده. هر وقت توش اثراتش میرفت بگو یکی دیگه بکن. این اژدها عطسه میکنه. آتیش از دهنش بیاد. ببینیم انگشتونه این هفته رو. جشن چیزه گود بای پوشکه. بچه رو از پوشک که میگیرن گود بای پوشک. یعنی دیگه ما قبلا جشن فارغ التحصیلی هم با چک و لگد واسه همون میگرفتم. الان به دنبال هر بهانه میگردیم برای لبخند. جشن فارغ التحصیلی از مهد کودک هم به دنبالش خواهد اومد. اینو از بچه های فهم کنم توییتر فرستادن. اینم جالبه. این یه خانومی عکس شوهرش داده ده قنادی براش کیک درست کنن نچه شده این و ناراضیه. من به نظرم واقعا مبله رو بعد در بردم. اینم باز دوباره یه اعتراض کرده بودن برای اینکه مسیری برای معلولی نیست. یه در رو گرفتن گذاشتن اینجا که حالا این دوتا سنگه واقعا مثلا نگه میداره این در رو. این شامپوی تریاکی رسیدیم مثلا یارو بره توی حموم دیگه نمیاد بعد برن جمعش کنن بکشنش بیرون از تو حموم. این جالبه. این دیدی که مثلا بعضیا به برای جلوگی شبیه اف اف است ولی اسم شسته شبیه ساز صدای سیفون توالته که اگر بری توی توالت برای جلوگیری از صدای نامطلوب به جای اینکه سیفونو بزنی هی آب محروم بکنی صداشو میذاری. البته من بیشتر از ترفند آواز استفاده میکنم. میتونید این دستگاه رو هم نخرید با موبایلتون برید و روی دستگاه موبایلتون هر صدا و آوازی که میخواین ضبط بکنید. آخه کفاف نمیده موبایل. ایشون ختنه با دستگاه بدون درد یعنی همین با موتوری که ایشون یعنی خود این موتوریه ترس دردناکه واقعا. من این لوگوی مرکز فیزیوتراپیه. بعد لوگو رو نگاه کن در واقع میشه گفت بیشتر. آره بیشتر ولش کن ادامه نده. در خدمت شما. تا این میثاق نیست ما یه بی‌نوبت بریم یه بازی بکنیم. سینا سینا سینا. بله کجایی؟ تو کجایی؟
کجا این چیکار میکنی؟ کاری نمیکنم من. کاری داری میکنی؟ یه صدایی داری میاد. سینا! ای بابا چیه؟ چیکار میکنی میگم خب؟ ای دارم رولت بازی میکنم. رولت؟ کجا بودی تو؟ من پایین. رولت چیکار میکردی؟ شیرینی که این پایین بود داشتم میخوردم. این شیرینی مال مهمونه. هرچی گشتم رولت پیدا نکردم. نگو دست توه. بده من. رولت این رولت بازیه عزیز دل من. بازی نمی کنم با رولت. رولت رو میخورم. یه چیز ببین یه بلکن. بلکن یه دقیقه کارت بخوره به اون شکمه. چقدر میخوری؟ رو این رولت چیزی نذاشتی که رولت ما بازی بازی اصلا ربطی به خوردن نداره. یعنی چی؟ خب بالاخره بعدش بخورش دیگه. نه عزیزم اصلا هیچ رب... اصلا یک موضوع کاملا مجزا. یه لحظه بگی بشین تو. این اصلا یک موضوع کاملا مجزا است از قضیه. این بازیه. یعنی میری روبی 90 بازی میکنی، رولت بازی میکنی، یه بازی من اصلا نمیدونم من معنی اصلا داشتم مو چه قشنگ شده. آره اتفاقا این چیه رو سرت؟ این خواستم برای آهنگ میگم میگه تو میتونی بی 90 باز بشی. بغش یادم. حالا بده ببینم چجوری میخوام. عزیز دلم. باشه فهمیدم. چی الان میخوای چیکار کنی؟ الان میخوای چیکار کنی؟ میخوام ببینم این رولتو چجوری میخورن. نمیخورن. اینو نمیخورن عزیز دلم. نمیخوام. اصلا ول کن. من پشیمون شدم. بازی نمیکنم. غلط کردم. قول میدی؟ آره دیگه بازی نمیکنم. کجا داری میری الان؟ بغش شیرینی بخورم. شیرینی عزیزم اینا مال مهمونه. ولم کن بابا. این اون شست پای من بود. عزیزم. بیا بالا. من اصلا کاری نمیکنم. اصلا مشکلی نشه. خب بی صبرانه سینا منتظرم که در این برنامه یک آیفون هم نصیب من بشه که بتونم به هر حال با پولش لباس برای خودم بخرم. قبل از اینکه بریم سراغ قرعه کشی اگه اشکال نشه باشه من صحبت کوتاهی رو داشته باشم با علاقمندان. صحبت جدی. جدی. آره صحبت جدی. صحبت جدی. خدمتتون عرض می‌کنم هفته آینده، هفته بعد در واقع آخرین قسمت برنامه چند شنبه روی تلویزیون تقدیم حضور شما دوستان و علاقمندان میشه. در طول این مدت توی همین یکی دو ماهه که برنامه‌ها روی تکرار پخش می‌شد خیلی از دوستان پرسیده بودن چرا اینقدر تکرار پخش میشه، چرا ادامه سریال‌ها پخش نمیشه و چرا برنامه چندشنبه قراره از فارسی وان پخش نشه. خدمتتون عرض می‌کنم دلیلش این هست چون شبکه فارسی وان هفته آینده به فعالیت چند ساله خودش خاتمه میده و در واقع تعطیل میشه. خبر ناراحت کننده ای هست. حالا توضیحات مفصل رو من هفته آینده در برنامه آخر تقدیم حضورتون میکنم اما در جریان باشید. برنامه چند شنبه رو ما سعی میکنیم حالا یه خورده جمع و جورترش بکنیم که بتونیم از پس هزینه‌هاش بر بیاییم و روی یوتیوب در اساس علاقمندان هست. حالا به روش‌های مختلف میتونید این برنامه رو تماشا بکنید. بعضا میتونن حالا کسایی که دسترسی دارن دانلود بکنن، حالا نکنید ولی حالا احیانا دیگه راهی نمونده اینم یکی از راه‌هایی هستش که میتونن دوستان و علاقمندانی که دسترسی ندارن به یوتیوب تماشا بکنن. ولی خب من ازتون خواهش میکنم به عضویت کانال یوتیوب ما در بیایید، برنامه ها رو از روی یوتیوب تماشا بکنید که ما بتونیم در واقع به فعالیتمون ادامه بدیم. این در رابطه با این قضیه، اون در واقع لایک کردن، کامنت گذاشتن و شیر کردن لینک یوتیوب هم دیگه دستتون میبوسه و امیدواریم که این کار رو انجام بدین. در رابطه با قضیه فارسی بانک که هفته بعد مفصل صحبت خواهیم کرد، حالا چرا اینقدر ماتم گرفتی تو؟ خب ناراحتی داره دیگه. من میگم حالا که داره این اتفاق میفته بیا یه هشتگ هم بذاریم، هشتگ مثلا فارسی وان یادت بخیر که هر مردم هر جمله فکر بسن. خوبیه، قشنگه، آفرین. یه دفعه برای یه حرکت آره هم انجام واقعا اولین باره که یه فکر جالب به ذهن من رسیده. هشتگ خوبیه، هشتگ فارسی وان یادت بخیر، به همین صورتی که این زیر نوشته شده میتونه در اختیار دوستان و علاقمندان باشه توی تمامی شبکه‌های مجازی تلگرام، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام و میتونید خاطرات خودتون رو، مطالب خودتون رو، حالا هر نوع مطلبی که دارید، حتی مطالب طنز، هرچی طنزش بالاتر باشه به نظر من باحال‌تره. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم خدافظی باید تلخ باشه و خدافظی هم در واقع نیست، شبکه فارسی وان بسته میشه ولی خب ما در خدمتتون خواهیم بود و ولی خب برام میدونم که برای علاقمندان و دوستداران فارسی وان و همینطور خود ما خبر ناراحت کننده ای. هشتگ رو محبت بکنید، استفاده بکنید و مطالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید به هشتگ جات در تلگرام و هشتگ رو توی سوشال میدیا ها و شبکه های مجازی دیگه اگه استفاده بکنیم ما دیگه به راحتی میتونیم پیدا بکنیم. اینم از این دیگه. بریم برای قرعه کشی. بریم برای قرعه کشی. دو تا مداد میدی لطفا به من. یعنی حتما باید یه کار عجیب غریب بکنه. بفرمایید. آماده؟ چون بفرم. بعد بشه. خواهش میکنم. بریم. یک. دو. و. تموم شد؟ بله، نمیشنوید. آه چرا؟
علی آر زد رفیعی. علی آر زد رفیعی برای برنده مربوط به بچه های غیر تلگرام، توییتر و اینستاگرام و فیسبوک. حالا قرعه کشی تلگرام، خب خدمت رو عرض بکنم که دوستان عزیزی که میخوان تو قرعه کشی تلگرام حضور داشته باشن، همین الان اگر این آدرس تلگرام ماست، همین الان به ما بپیوندین، شاید اسمتون به عنوان آنلاین بیاد بالا و ما بتونیم که انتخاب بکنیم دیگه، چون شانسیه، خیلی شانسی این اتفاق میفته. حاضر هستی هنرنمایی مربوط به تلگرام و خواهش میکنم تمنا میکنم آده؟ بله بفرم. من تا حالا تو زندگیم نهیده بودم کسی اینجوری رهبری رو کس انجام بده. مطمئنی؟ کجا دیدی؟ تو فیلم دیدی؟ من این سبک جدیدیه. آه سبک جدیدیه. چی جالب، اسم کسی که برنده شده میرزاده عشقیه. میرزاده؟ خود میرزاده عشقی؟ آره. چطور؟ نه خود میرزاده عشقی که 100 سال پیش آخه اول گفتی مایکل جکسون مثلا هنوز زنده است، من گفتم شاید من نگفتم تا اساتید دیگه گفته بودن، ولی خب خدمتتون عرض بکنم فکر می‌کنم از علاقمندان این شاعر و نویسنده بودن که 100 سال پیش 1000 فکر می‌کنم 300 و دیگه در اون حد من نمی‌شناسم. در سن فکر می‌کنم 29 30 سالگی کشته شدن و ایشون هم علاقمند بودن بهشون دیگه. عکسی هم که گذاشتن اتفاقا میرزاده عشقی. خب میتونیم مطمئن باشیم که برنده این هفته ای ما یکی از دوستان فرهیخته و اهل مطالعه است. خیلی جالب. ببینم با دست تو کار میکنی؟ همراه ما باشید. بگی امتحان کن. چیکار کنم؟ تو این تیکو میرم توی آهنگ بزنی. تو جالبه تکونش میدی صدا میده. تو عزیزی؟ نه؟ کیه با؟ او 180 مهمونه. بله دوستان، مهمون برنامه این هفته در استودیو هم حضور دارن و چه بدن نرمی هم دارن. مهدی خوشی. خیلی خوش اومدی، بفرمایید. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. فامیل خدادادی؟ خداداد عزیزی؟ شاید فامیل باشم. ولی واقعا فامیل نیستی. واقعا فامیل نیستم. چه موهای باحالی داری. خیلی ممنون. یعنی کاش موهای من بود. قرمونت میشه؟ واقعا بچه بیار اون قیچی رو ببینم. خیلی باحاله. ممنون. هم فرمش باحاله، هم بزنم به تخته مدل خدا بیامرز ویگن پره. خیلی ممنون. رنگش هم باحاله، بعدن ان شاء الله سفید بشه. بالتر هم میشه اون موقع ازت میگیرم. شالا عوض میکنیم. آره چون من سفید، من خیلی در به در اینم که موهام سفید بشه. آره. این بغلاش شده بالاش نمیشه. شالا میشه. چه فامیل جالب چه فامیل جالبی هم داری. خوشی. آره. یه دل جان انداختن توش. دل خوش هم هستم. دل خوش هم هستی؟ خب خوبه. خوشیم. خیلی خوبه. هم خانوادت هم فامیل کلا خوشن. یه دونه بچه یا خواهر برادر هم داری؟ خواهر برادر هم دارم. خواهر برادرت هم کاراشون همسوه با تو یا چیزی؟ نه اونم یکی از برادرم ورزش میکنه و چه ورزشی؟ بیلیارد. چقدر بیلیارد. و خواهرم که یکیشون یوگا میکنه مثل خودم. خب آوردمش تو یوگا. خب و بقیه مگه بازم هست؟ بازم خوهر. هستن. آره. چند تا این؟ سه تا خواهر دارم، سه تا برادر. هفت تا این کلا. بابا دمش گرم. ممنون. ماشاءالله. ممنون. پس بقیه اهل یوگا نیستن. یوگا رو جز ورزش حساب میکنن دیگه، درسته؟ آره جز ورزش میشه حساب کرد، ولی در کل یوگا یه روشی برای بهتر و سالم زندگی کردنه. چون نظریه مختلفه، بعضیا تو شاخه ورزش قرارش میدن، بعضیا هم که در شاخه حالا علمی. تو شاخه ورزش چون حالت رقابتی نداره فکر میکنم
حالت زندگی رقابت. سالم آره. حالت رقابتی نداری که هر کی بهتر الان میتونیم هم تو رقابت منو تو داشته باشیم اینجا حتما من نشونت بدم حالت رقابتی هم داره چون مسابقات هم داره جدی آره. داره من نمیدونستم آره من خودم قهرمان جهان شدم دیگه جدی میگی بابا این کی آوردین ممنون مرسی کجاست مسابقات قهرمان جهان کجا بوده مسابقات کشوری هم داره آسیایی و جهانی من قهرمانی مسابقات روسیه بودم یه توضیحی هم راجع به پیشینه کار سابقه کاریت به اون میدی من حقیقتش حدوداً 10 سال پیش کلا ورزش شروع کردم یعنی از 16 سالگی آره 16 سالگی اول از ایروبیک شروع کردم ولی خب اون زمان چون معسل بودم دیگه حدوداً 3 ماه تمرین کردم ایروبیکو بعد چون معسل بودم گذاشتم کنار و با محصل بودی آره در واقع چون داری یه جوری میگی انگار محصل بودی اون وقت یه خورده خطرناک میشه نه بعد 2 ماه بعدش با یوگا آشنا شدم یوگا رو شروع کردم هویدن اونم 3 ماه تمرین کردم چون میدونی کلاسای تو ایران زیاد حالت روتین داره و مبتدی بود اون زمان چون یوگا هنوز پیشرفت نکرده بود اون موقع واسه همون انزیا خوشم نیومد اول از یوگا و گذاشتمش کنار تا اینکه بهم خبر دادن که مسابقات کشوریه و من بهم گفتن چون بدنم حالا منعطفه آره منعطف نسبتا منعطف بود اون موقع چون مال من که اینه تنه درخت میمونه یعنی با یه دفعه رفته بودم کلاس یوگا یعنی من شده بودم اونجا مستر بین واسه بقیه یعنی ملت بل کرده بودن اصلا داشتن میخندیدن به من و حرکاتی که من داشتم انجام میدادم ان شاء الله میتونی کلاس من بیای ان شاء الله من مسابقات شرکت کردم و اونجا تونستم از 4 تا رشته 3 تا مدال بیارم چون اولین دوره مسابقات بود زیاد هنوز پیشرفته نبود خب اونجا 3 تا مدال آوردم دیگه از همونجا انگیزم بیشتر شد توی یوگا یعنی تازه با اینکه ول کرده بودی آره بیخیال شده بودی دیگه مسابقات کشوری شرکت کردی مدالم آوردی آره چون کرده اون زمان زیاد هنوز یوگا پیشرفت نکرده بود اون موقع و افرادی که شرکت کرده بودن زیاد سطحشون سطح مسابقات حدودا متوسط بود خب که این نکته ای که یادم باشه بعدا از یه چیزی بپرسم راجع بهش ولی ادامه بده اونجا مسابقات اول شدم و انگیزم بیشتر شده یوگا چون برگشتن کلاسای یوگا خواستم ادامه بدم دیدم که پیشرفتی ندارم از تو یوتیوب فیلم‌ها رو دانلود کردم خودم و از تو یوتیوب در واقع تمرین می‌کردم مسابقات بعدی رو هم که مسابقات کشوری بود سال دیگه‌اش اونم تونستم از دو تا رشته شرکت کردم دو تاشو طلا بیارم دیگه خب آره خب بعدش دیگه انگیزه میکنم بیشتر شد که برم مسابقات آسیایی یعنی بازم جاش جای انگیزه بود آره انگیزه بود چه وسعتی داشته اون در واقع انگیزه دونش تمرین کردم واسه مسابقات آسیایی چون مسابقات هم توی یوتیوب دیده بودم سطحش با خودم مقایسه کردم دیدم که فکر می‌کردم مثلا مقام میارم ولی اونجا رفتم متاسفانه هیچ مقامی نیاوردم و دست خالی برگشتم خب آره یکم دل سرد شدم بودن یه ماه یوگا رو گذاشتن کنار دوباره چه ماشاءالله آره یکم دل سرد شدم هی انگیزش میرفته بالا میرفته مسابقات مدال طلا میآورده انگیزش دوباره مثلا میومده پایین دوباره مثلا دل سرد میشد ول میکرده دیگه بیخیال میشد دوباره یه مسابقه دیگه انگیزش میرفته بالا یه شرایط خیلی ولی خب بعد یه ما تصمیم گرفتن که یوگا رو واقعا از تا دیدم تصمیم گرفتن که ادامه بدم و بتونم مسابقات آسیایی بعدی حتما مدال بیارم خب. که از همین یوتیوب تمرین میکردم همینطوری و روزانه مثلا 1.5 ساعت تمرین داشتم تمریناتم رو بیشتر کردم و رفتم مسابقات آسیایی بعدی که توی هند بود اونجا تونستم همون رقبای قبلی که تو مسابقات قبلی بودن رو شکست بدم آره اونجا از 4 تا رشته 3 تا مدال آوردم یه طلا یه نقره و یه برنز و انگیزه دوباره آره. بیشتر شد لابد اونجا انگیزه کلا زیاد بودش خب خوبه بعد مسابقات بین‌المللی دبی بودش که اونجا هم اول شدم دیگه سال بعدش هم مسابقات دیگه داری من عصبانی میکنی نه مسابقات جهانی روسیه بود سال 2012 اونجا هم تونستم مقام اول کسب کنم حالا بعد از اون مسابقات جهانی رو که گفتم ادامه داره؟ آره ادامه شو آره بگو اونجا از دو تا کشور دعوت شدم یکی خود روسیه بود و آمریکا بودش که اونجا رو
حالا به دلایلی نرفتم آمریکا رو، ولی برای رقابت یا برای آموزش؟ برای آموزش. البته آمریکا رو دعوت شدم، بورسیه شدم، بورسیه کامل شدم که برم اونجا دوره مربیگری رو ببینم، بیکرام یوگا. ولی خب به دلایلی نرفتم و رفتم روسیه. آموزش هم کلا از همونجا شروع کردم. بعد الانم میدونم که کلاس‌های مختلف آموزشی داری تو کشورهای مختلف. آره. چین بودی اگه اشتباه نکنم؟ آره، اخیراً چین بودم، حدوداً 7 ماه. 7 ماه چین بودی. آره. و دوره‌های آموزشی داشتی؟ آره. دیگه کجا؟ دیگه قبلش دیگه فیلیپین. چین که دیگه خودش مهد قضیه است. آره. فیلیپین، اندونزی، هند، تایلند، روسیه. یعنی دقیقاً جاهایی که اونا خودشون اصل قضیه رو دارند. ببینین ما صادر میکنیم، میرن آموزش میرن اونجا. بروسلی کیه؟ ما خودمون البته ربطی به بروسلی نداره، ولی کلا می‌خواستم بگم که ما بگیم ما بهترش رو داریم. خیلی ممنون. خب ما معمولا آخر مصاحبه یه بازی رو با مهمون انجام میدیم. ما بازی این دفعه رو می‌خوایم با انجام تمامی حرکات مربوطه، یعنی منم سعی می‌کنم انجام بدم. آره. به شرطی که لباسم جواب بده و بچاره لباسارو بکنم بتایم. خودتو میشه در آورد، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونم من همراهیتون بکنم و امیدوارم منجر به شکافته شدن چیزی نشه. همراه ما باشید. رسیدیم به بخش مسابقه. مسابقه هم یک در واقع بازی جذاب و جدیدی هست که تصمیم گرفتیم انجام بدیم با مهدی جان، با کاغذهای باطله. به جای اینکه این کاغذهای باطله رو استفاده بهینه ازش نکنیم، تصمیم گرفتیم استفاده بهینه ازش بکنیم و اینا رو باهاش یه بازی انجام بدیم. اون سطلایی که دارید اونجا میبینید در واقع هدف بازی هست. ما این کاغذها رو میندازیم توی سطل، دو تا تور بسکتبال کوچولو هم گذاشتیم بالاشون. اگه تو توره بیفته تو سبد 5 امتیاز داره، اگه همین جوری بیفته توی سبد 1 امتیاز داره. اونوریه مال منه، اینوریه مال مهدیه. ما اگر احیانا تو سطل همدیگه هم آشغال بندازیم، امتیازش مربوط میشه به طرف مقابل. یعنی باید مواظب باشیم تو سطل هم دیگه آشغال نریزیم. میخواستم با حرکات در واقع یوگا انجام بدیم. من دیدم ممکنه شلوارم به هر حال جواب نده و برای همین تصمیم گرفتیم که این حالت عادی رو مسابقه برگزار بکنیم، بعدش تصمیم بگیریم کی چه حرکتی رو در زمینه یوگا انجام بدیم. 45 ثانیه وقت داریم. 45 ثانیه بچه‌ها میشمارن دیگه، هر کی بیشتر انداخت دیگه. حاضر؟ حاضر؟ استرس داری نه؟ 3 2 1 بازنده بنده هستم. ولی خب خیلی تمرکزت خوب بود، یعنی دقیقاً من داشتم نگاه می‌کردم همینجوری. البته یه دونش خورد به این لبه، پرت شد تو مال من. آره. که واقعاً ازت ممنون و سپاسگزارم. شما هم سه تا انداختی تو مال من. آره، ولی خب دیگه به هر حال همینجوری توی سطلت هم نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت مشخصه که تمرین شده بوده این بازی. نه، این دفعه اولام بود. واقعا این خداداد بعد عزیزی داشتی بازی میکردی و خیلی دقیق و متمرکز. خب حالا برای بخش در واقع نهایی من بعد چند تا حرکت یوگا انجام بدم. جریمه شدیم. جریمه شدم. همراه ما باشید که ما شرایط رو مهیا بکنیم واسه این قضیه. چیکار کنم حالا؟ خب این حرکتی که میخوای انجام بدیم جز حرکات آکی یوگاست، اینطوری که دو نفر با هم دیگه انجام میدن. شما بیا جلو، دست رو بده من، پای راست بایسته. پای چپت رو بیار بالا، دست رو بده من، پای چپ هم بیارم بالا. آره، بیار بالا. حالا پات آروم از بایسته. بابا می... له میشی زیر من؟ نه نه، خیالت راحت. پا
پات از جلو بیار گره بده. یه لحظه باشه عزیزم، چه کاری سخته. از اینجا بیارم. آره. دست داد من حالا. وقتی گفتم یک دو سه بپر بود. یک دو سه بر. پای دیگه تا از جلو اینجوری ها؟ آفری. ببخشید. آروم دستم. دوستان عزیز. پات گره بده. چرا من اینجوری زندگی نمی کنم مثلا کلا؟ خیلی شرایط بذار سلفی بگیرم من تو این شرایط. خوب شد؟ عالی شد. میخوای یکی دیگه؟ راحتی؟ من آره خیلی راحتم. تو راحتی؟ آره. بذاری من یه خوردم فیگور بگیرم. باش میکروفون هم من تو شرایط مناسبی بگی من بیام پایین. آروم بیا پایین. پات باز کن. دمه جمع برای که این مهمون ها چیه میاری؟ من الان بواسیر کمر گرفتم. چه وضعیتی آخه؟ خدمتتون عرض می‌کنم، معرفی می‌کنم خدمتتون صفحه فیسبوک بنده، اینم صفحه اینستاگرام بنده است، صفحه توییتر بنده در خدمت شما، صفحه تلگرام بنده، اینا همه در خدمت شماست. اینم که دیگه خود بنده با این وضعیت، یعنی من اگه احیانا خودم هم می‌خواستم برنامه رو ادامه بدم روی فارسی وان با این وضعیت دیگه نمی‌تونم، با این وضعیت نمیشه. به هر حال قربون شما تا هفته بعد. هفته بعدم آخرین قسمت برنامه چند شنبه است و همینطور آخرین برنامه‌ای که از فارسی وان پخش میشه. میتونم یه خود ناراحت کنم ولی خداحافظ. اگر دلتون میخواد قسمت‌های قبلی برنامه چند شنبه رو ببینید اینجا رو کلیک کنید. اگر دلتون میخواد قسمت‌های بعدی برنامه چند شنبه رو ببینید اینجا رو کلیک کنید و اگر دلتون میخواد از جدیدترین برنامه‌های ما با خبر بشید اینجا رو کلیک کنید و به عضویت کانال یوتیوب ما در بیایید. اینجا رو بی خودی کلیک نکنید، خبری نیست.